ماشین بازی کوچک. سلام، ببین یه دونه بازی برات آوردم. قبلا استوری ازش گذاشته بودم، همه گفتن این بازی چیه، داستانش چیه و اینا. شما یه ماشین داری، خب همه اتفاقاتی که برای این ماشین میفته کاملا طبیعیه. شما میتونی تصادف کنی، تعلیقش رو ببینی، تیونینگش کنی، یا حالا هر اتفاق دیگه. نگاه کن، چپ کرد ماشین و خیلی طبیعی اتفاق میفته. میخوام چند تا تصادف باش انجام بدیم اونجوری که یورو این کپ انجام میده. خب از اون طرف سیستم تعلیقش رو ببینیم چجوری کار میکنه و مسیر انتقال قدرت و موتور و اینجور چیزا. یه کامیون ببریم باش باربری کنیم و اسم بازی رو بهتون بگم، اگه دوست داشتید دانلودش کنید و ازش لذت ببریم. پس همین الان ویدیو رو لایک کن، زنگوله پیجم رو همین الان فعال کن که ویدیو جدید میذارم باخبر بشی. بریم ادامه داستان. اول بذار اسم بازی رو بهتون بگم. اسم بازی بیمینگ، اگه اشتباه نگفته باشم، ورژنش هم خیلی قدیمیه. جدیداش خیلی خفن‌ترن. ماشینایی که داره همینان، یه سری تریلی و نمیدونم حالا بلوک و کاه و توپ و اینجور چیزا هم داره که میتونید ازش استفاده کنید، حالشو ببرید. اما فعلا من میخوام روی همین ماشینی که داریم سیستم تعلیق و کار کردنشو بهتون بگم و واقعیه، یعنی قشنگ شما حس می‌کنی که قطعات چجوری دارن کار می‌کنن. من واقعا با این بازی کار کردم. حال کردم، ببخشید. یه قسمت فیلم داریم که همه قطعات که این ماشین داره رو داره به ما نشون میده. ببین مثلا سپر جلو بود که آفرودی بود، سپر عقب موتور 5.5 لیتری V8ش رو داره، بعد نگاه تعلیق جلو، اکسل عقب که مثلا تعلیق جلو خودش زیر مجموعه داره. اگه زیر مجموعه‌ش رو باز کنم تک تک قطعاش، ببین کمک فنرها، بعد مال فرمونشه، این میل موجگیرشه و تمام قطعاتش رو میتونید ببینید. خب حالا اگه حرکت کنم، چرا رانه؟ بعد استارت میزدیم اول. خب اگه حرکت کنم شما نگاه کن قطعات اینجا میتونی ببینید. نگاه کن تعلیقشو و تعلیقو قشنگ میتونی حس کنی که چجوری داره کار میکنه. خیلی باحاله. خب یه بار دیگه دوباره میریم توی سیتینگش، قسمت اجزای ماشین، دوباره روی فریم هاش. خب یه بار دیگه بریم جلو. خب اینا تعلیقش اینجاست. فنراشو نگاه کنید، خیلی باحاله حاجی. بعد این چیزشه، این حالت اهرماش، این میل موجگیرشه، این فرمونشه که چپ و راست میشه. نگاه کنید قشنگ شما میتونید اگه عشق ماشین باشی قشنگ میفهمید توی ماشین چه اتفاقی میفته. دیسکای جلوش بود، چرخای جلوش بود. خب اینم موتورش و سفر فراش و اینا رو کاری نداریم در کل. البته اینا رو هم میتونید حذف کنید یا بذارید. مثلا موتوری که داره میتونید موتورشو بذارید مثلا 4.5 لیتری V8. این همین الان تعویض میشه. رنگ ماشین رو همین الان میتونید تعویض کنید، خیلی باحاله. بعد مثلا توی سفر آفرودی، توی بدنه ماشین، توی بدنه ماشین اینا تمام اجزای بدنه رو میتونی شما همین الان برداری. هود میشه کاپوت، شیشه ها، گلگیر و صندلی مندلی رو میتونی برداری، دنده‌ش رو نگاه کنید. حالا کاری نداریم در کل، بریم داخل ماشین هم ببینیم. خب ببینید داخل ماشینه، اجزایی که داخل ماشین هست کار میکنه. اگه نگاه کنی پدال رو نگاه کنی، داره گاز میخوره و چرا راه نمیفته؟ خاموش شده بود. و فرمون و تشکیلات. خب این از این کیلومتراش هم داره کار میکنه. شما قشنگ میتونی آفرود باش بری. خیلی این بازی باحاله. فرمون و اینا هم من به این بازی وصل کردم. از این فرمونا نمیدونم، من زیاد اهل بازی نیستم، ولی چون که مهندس مکانیکم با اجازتون و طراح خودرو هم، وقتی که میبینم یه همچین بازی هست که انقدر باحاله، پیشنهاد میکنم شما انجام بده. اینجا روی حالت H و L هم میتونید بذاریدش که گیرباکسش قدرتی میشه، جفت کن قفل کنه، چرخهای جلو و عقب و نمیدونم همه اینجور چیزا رو داره. گیرباکس اتوماتیک و دستی رو میتونید براش انتخاب کنید. ولی بذار یه ماشین دیگه انتخاب کنیم، یه تصادف باهاش بکنیم ببینیم چه جوریه. خب من اصلا بذار با همین یه تصادف بریم ببینیم چه جوریه. ناموسن نگاه، خیلی باحاله. خب اون طرف یه سری از این چیزا هست، مانعها هست. خب اسم بازی هم بیمینگ بود. تپ بکنم رد کردیم اینا رو. آره ردش میکردیم، خواستم با اونا بزنم. خب یه بار دیگه بریم، با یه ماشین دیگه بریم. میریم توی خودروها، ببین یه عالمه ماشین هست، جیپ و کامیون هم داره. به نظر من یه دونه کامیون بگیریم که حالا زیر مجموعش انواع مختلف کامیون ها هم داره که من اینو انتخاب میکنم. خب
بعد یه دونه تریلی هم براش بگیریم کوپلش کنیم بهش. خب این از این، بعد تبو که میزنیم روی اون ماشین دوباره میریم روی خودروها و وسایل. یه دونه تریلی باید براش انتخاب کنیم. تریلیمون هم میتونه ببین خالی باشه، بعد حالت رمپ، لودینگ رمپ داشته باشه، 25 تن کوکاکولا یا 12 تن کوکاکولا. ما این رمپ رو انتخاب میکنیم ببینیم چه جوریه داستانش. یعنی چی؟ یعنی فکر کنم اینجوری درش باز میشه. آره فکر کنم اگه او رو بزنی، من اینو نایده بودم، واقعا من اینو نایده بودم. او رو که میزنی باز میشه. چطور ممکنه من اینو نایده بودم؟ خب یه ماشین دیگه بگیریم بذاریم داخلش ببینیم چه جوریه. من ماشینی که میخوام انتخاب کنم این ون است که حالت سنگین داره، وزن بالایی داره. خب این ون رو انتخاب کنیم، این ون رو انتخاب میکنیم. وای اشتباه زدم، بیا اینو ببریم جلوتر یه حرکت دیگه بزنیم. خب اینا او رو که بزنی روی کیبوردتون درش باز میشه، داخلش میتونید وسیله و اینا بذارید. کلام وقت ندارم، قشنگ من کاه و اینا داخلش گذاشتم، فنرش اومده پایین و اینا. بذار یه دونه یدکش به این وصل کنیم، یه چیز مزخرف میخوام درست کنم. ببینید یه سری از اینا رو میتونیم ماشین ببریم مثل این. البته اینو نمیدونم که بره توی اون تریلیه یا نه، ولی اینو من گرفتم. دوباره یه ماشین دیگه میخوام بگیرم. به ماشین ها میتونید برنامه هم بدید، یعنی اگه یه جاده ای باشه برنامهش میدید خودش راه میفته توی جاده میره و بعد میتونی مثلا 5 6 تا ماشین انتخاب کنی، 5 6 تا پلیس هم انتخاب کنی، پلیسا دنبالت میافتن باید فرار کنی، پلیسا نابود میشن. این حالت ها رو این ماشین، این بازی داره. خب یه دونه ماشین اینجوری ریسی میبریم میذاریم داخلش، داخل این یدکشه. بعد یدکشه رو که پر کردیم میبندیمش پشت ونه، بعد میبریمش توی تریلی، تریلی کوب میکنیم به کله کامیون. تب رو که بزنی عوض میشن، او رو که بزنی درشون باز میشه. اینا یه دنده عقب بگیریم. حاجی یه تصادف مشتی باید با این برم من. مشتی ها این ماشین اصلا درگی ریسی اینا توربو موربو هم داره. مهندس مکانیک پسرتون چیکار هست؟ مهندس مکانیک. خب حالا او رو میزنیم درش بسته میشه. خب این ماک ماه، بعد اینو میبریم جلو. فکر کنم تیو که بزنی تریلرشون وصل میشه. فکر کنم تی بود، اصلا یادم نیست. الو بزنید تریلر رو میتونید کوب کنید. دو تا چیز آبی اومد اینجا. یه دنده عقب مشتی بگیریم. گیرباکس اتوماتیکش خیلی باحاله، میتونید گیرباکساشون رو اتومات کنید. خب نگاه کن این یکی کوب شد، یعنی چسبید بهش. خب اوکی حالا میریم رو تریلی. اینا این تریلی رو او رو میزنیم تا اوپن بشه. ما با این ماکه میریم دوباره الو میزنیم. اینجور جا میشه کوب کرد. آبیه چه بال، نمیدونم. خیلی از این چیزا داره، آدم باید بشینه اینا رو کشف کنه. واقعا یه تصادف مشی باید با این کامیونه بزنم. یه دنده عقب بگیریم. آقا ما اینو به این کوب کردیم، اینم تریلیشه. بریم با این چسبیده به زمین ها. خیلی حال میداجی. نشستم دارم بازی میکنم شد بالا رو اون پشت خودم تولید کننده هم دارم. انصافا مهندس به این بالی دیده بودید، خودش تولید کننده است، بازی میکنه، ویدیو براتون میگیره. آقا اینو ببرید توی این ببینیم چجوری میره. قولم نکنید، امیدوارم بکشه، امیدوارم گیر نکنه، چون حس میکنم میخواد گیر کنه. نمیره. بیا بیا. گیر کرده یا نمیره؟ نه نمیره. بذار با ضرب بریم. من اینو میزون کردم، فقط باید با ضرب برم. اه رفتیم آجی، رفتیم توش. رفتیم توش که. خب
اینه هاش. بعد اینجا دستی رو شما میکشی، میام دستیش پیداه. دستی رو میکشی، وی رو میزنی، خاموش میشه و بعد میریم برای ماشین بعدی. اوکی، اینو شلوز رو زدیم، این از این، این از این، این از این، این از تریلی. اوکی، خب حالا با تریلی رو میفتیم. آجی بیار کارو بگیر. این کوپ نشده بود. خیلی عادی، جکش اومد بالا اوتوماتیک. آقا راه بیفتیم. توی اینجا چه خبره؟ بعد اینا رو میتونی تقویت کنی، خود براش توربو انتخاب کنی توی همون سیتینگی که رفتیم. خب دیدی موتورشو میخواستم عوض کنم همونجا. بعد من یه دونه ماکو تقویت کرده بودم، نیتروژن هم براش زده بودم. بعد اینا گاز بهش میدادی، سیلندرش میترکید. من نوشتم که سیلندر ترکیده. خب بریم توی دست اندازها. اینجا یه خورده حالت آفرودی داره. این زمینی که داره، زمین بازیش، اوه برای چیزه؟ برای سیستمایی مثل سیستم من که نمیکشه. قفل کن، جفت کنش رو زدم ولی دیگه دیره. آقا ولش کن، کلن ولش کن. خب کنترلی که میگیرید یا عالمه نقطه براتون میاد، نگاه کن. و شما میتونی نقطه ها رو بگیری بکشی. خب اینا نگاه کن، من نقطه مرکز چرخ رو کلیک میکنم و میکشم. اینا ببین تریلی داره کشیده میشه. خب من نیروش گذاشتم رو 100%. اینا ها شما میتونید این هر گوشه از این خودرو رو بگیرید و بکشید و قطعاتش رو دونه دونه جدا کنید. نگاه کن و قشنگ مثلا الان اگزوزش رو که میکنید پسگاز میزنه، ممکنه آتیش از اگزوزش بزنه بیرون. کلن بازی خیلی طبیعیه. بریم یه تصادف جانانه داشته باشیم، دفیوزرشو. خب این کیلومترش به مایله، من دقیقا نمیدونم، ولی شاخ به شاخ که مستقیم ماشینا میزنن روی 60 کیلومتر بر ساعته، چون معمولا اتفاقای شاخ به شاخ روی 60 کیلومتر میفته. هیچ ماشینی با مثلا سرعت 120 کیلومتر نمیزنه به جای تخت. و تصادفای از بغل که میزنن ماشین جمع میشه روی 120 کیلومتر، یورو این کپ اینا رو میاد تست میکنه. خب یه دونه ماشین رو داریم، تخت گاز میخوایم بریم. خب من سناستش کردم. باجی خیلی باحاله این بازی. الان اینجاش میگیره به زمین، نابود میشه. حتی صندوق ماشین هم میتونید باز کنید وسیله بریزید توش. خیلی باحاله. خیلی باحال بود. یه بار دیگه بریم منطقه دیگه. اوه حاجی اینجا رو نگاه کنید، وای ببین اگه همجوری تصادفی بکنیم چه اتفاقی برات میفته. اگه کنار نشسته باشی یا سرنشین عقب باشه، ماشین کلن تا شد، آتیشش پرت شد اون بر. یه بار دیگه با یه ماشین دیگه اون مسیر رو بریم. خیلی حال داد، چه دیریفتی زدم، حال کردی؟ میریم جلوتر، میخوام سرعتش کم کنم. اوه آجی اتاق جمع شد، ولی سرعت اون انصافا خیلی زیاد بود، نابودش کردم. با یه ماشین دیگه میریم، بوده 145 تا فکر کنم میشه. اتاق کلن جمع شد. تخت گاز میریم به سمت یکی از این بلوک ها. رد کردیم که اوه موتور رو نگاه حاجی، خیلی بده، نگاه نابود میشی. نگاه کن نابود شد. یه بار دیگه بریم، بیا با یه کامیون بریم بعد من تقویتش کنم. خب تقویت کردنش چجوریه؟
میخوام موتورش رو تقویت کنم، توربو بذارم، نیترو بذارم، اتاقش رو بردارم که سبک بشه. خب میریم توی، حتی شما توی تیونینگ میتونید نسبت دنده هارم تغییر بدید. انجین کاپ اتاقش رو برداشتیم، توربو شارژر T600 گذاشتم روش با نیتروژن، بعد نیتروژنش هم روی قوی ترین حالت میخوام بذارم، البته اگه زیر مجموعه داشته باشه که برای 10 پوندی داره، 20 پوندی نیتروژن، 20 پوندی نیتروژن اکسیژن سایز، شات سایزش هم میذاریم روی 400 کیلو وات. کیلو وات چیه؟ آقا یه دونه مایک درست کردیم و اینجا نیتروژن رو که بزنی فعال میشه. این اگه آبی بشه میره روی نیتروژن. ببینم چند تا راه میره. تازه رفت دنده نو. بیا از اینجا پرواز کنیم. ترکید موتورش و ما یه شاسی رو داریم که داره روی هوا پرواز میکنه و شما کلن مپو دارید میبینید. هایسی انگار آب یخ ریختن توی یقش اینجوری شد. چقدر باحاله، خیلی باحال بود. اگه حال کردی با این ویدیو لایکش کن، اگه بازم از اینجور ویدیو ها میخوای برام بنویس توی کامنت ها براتون میگیرم. زنگوله پیج منو فعال کن، ویدیو جدید برات میاد ببینید.